من سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. خوبین ان شاء الله؟ قربان شما خوبین. خب شما شنیدید، من مجدد میگم که دوستانی که صدای شما رو نشنیدنم بشنون. عرض کردم که ما خیلی درخواست داشتیم شما برنامه ما بیاین. ما هم به حال قبول که یعنی چی میگن این کاری که وظیفه‌مون بود رو انجام دادیم تا این اتفاق بیفته و شما برنامه بیاین. هم شما لطف دارین هم بینندگان محترم. چه خبر آقای کیمران؟ خبر کم حرف نمیخوره بهتون باشین، اما حالا نه کم حرف که اصولا خب. خیلی آدم کم حرف. شما چند سالتونه؟ من 26 سالم الان. 26 سالتونه ولی ماشاءالله بیشتر بهتون میخوره، یعنی همچین پخته و با تجربه تر هستین. به هر حال کاری که از دستم برمیاد دست شما بر نمیاد، دست روز کار برمیاد دست شما نیست. ازم بوزه شما که بفهمید که آقای کیمرام از کی وارد عرصه بازیگری شدین؟ من بازیگری رو از تئاتر شروع کردم، از شهرستان، از بندر انزلی. اهل کجایی؟ بندر انزلی. بندر انزلی. و بعد منم تهران. بله. رفتم کلاس های بازیگری. بله. بگم کلاس کی؟ بگو. کلاس آقای کیمیایی، دور اول کلاسشون. شاگرد اول کلاسشون شدم و بعد وارد عرصه بازیگری شدم. بسیار. چه کارایی رو انجام دادی؟ این اتفاقی که گفتیم مربوط به چه سالی میشه؟ حدوداً فکر میکنم 5 سال و نیمه پیش. 5 سال پیش. بعد چه کاری رو الان انجام دادی؟ خب چیزی حالا شد 10-11 تا تلفیلم. باید که الان پرکار بودی؟ 3 تا سریال و دو تا فیلم سینمایی که اومده. اصلا میشه اگه یادتون هست برامون بگو که چه کاری ازت پخش شد؟ تلفیلم هم با سعید ابراهیم فر چند تا کار کردم، اسمشون دقیقاً یادم نیست. جمعه 12:45 دقیقه. آها. تخت جمشید سر روزولت یکیش بود. کار بانو نادر مقدس. سریال شب 1001 و آخرین کاری هم که انجام دادم بعد از قبل از یعنی بعد از نابرد رنج، کار ملکه بود، محمد علی باشا آهنگ، کار سینماییه. درست. که تو نوبت اکران داریم و کوچه ملی مرشاد کارخانی. خیلی خوبه، خیلی به هر حال کارهای خوبی داشتی، یعنی کارهای زیادی کردی. حالا قبل از اینکه در ارتباط با سختی‌های کار ازت بپرسم، از نحوه اینکه چطور وارد این کار شدی، وارد نابرد رنج شدی برامون صحبت کن. خب برای انتخاب هر نقش سری به نظر خودم دو بخش داره، که بخش های خصوصیه که حالا برمیگرده به سلیقه و اینها. آها. یک بخش هم بخش های عمومیشه که برای مهم بود که خب این نقش کنش های زیادی داشت. درسته. نقش بود که فاعل بود، کار زیاد انجام میداد توی فیلم نامه و تو درام هم خیلی تأثیر داشت اگه بخوام به صورت کلی بگم. در کل فیلم نامه هم فیلم نامه خیلی خوبی بود. درسته. این شد که من نقش رو انتخاب کردم. بسیار خب. اصولا در عرصه تصویر وقتی میگن که طرف خودش بود، خیلی اتفاق مثبت و حرف قشنگی ها، یعنی موفق بوده که آدم خودش باشه تو تصویر. خیلی مهمه. من سوال از شما میپرسم الان، میلاد کیمران جلوتون نشسته، میلاد کیمران به جابر نزدیکه به نظرتون؟ میلاد کیمران به جابر نزدیکه؟ به ازای توضیح خیلی سریع و کوتاه بدم راجع به این داستانی که دوستان لطف میکنم و میگن خودش بود و من ممنونم ازشون. این اتفاق خیلی قشنگی همونجور که شما میگید. من سعی کردم جابر رو، من سعی کردم کاری رو انجام بدم. بله. که روی داده بله بله دوستان گفتن که منظورش اینکه خودش بود، یعنی ویژگی های انسانش. بله. گفتم بله من میفهمم اینو. در انقدر در این حد میفهمم، واقعا میفهمم. من سعی کردم کاری رو انجام بدم که رویداد شخصیت جابر بود توی فیلم نامه. جابری رو بازی کردم که اتفاقا پلیس هم هست. نه پلیسی که جابره، به خاطر هم یه شخصیت شد. خب مثل هم شخصیت میلاد کیمران، مثل شخصیت شما و شخصیت خیلی سیدی، به خاطر هم من احساس میکنم طبیعی شد، باورپذیر شد برای من. راجبه یکی از دوستانمون گفتن که تو اون خرابه سعی میکرد، فکر میکنم من با عنوان بازیگر کاری رو باید انجام بدم که فیلم نامه ازم میخواد و کارگردان. درست. این پاسختون پاسخ منطقی و خب راجب آخرش فکر میکنم که خب آقای مش شما فقط کلوز آگه و را بده هم خواهم سبونه بخورم، فقط خود بگو دیگه سواله رو بپرس. راجب آخرش دوستان میگه، اینم میگه، اصلا گوش نمیده و اثر رو به روش نشستم، اینم میگه. میخوام من بپرسم بعد تو بگی. این سه تا سوال پرسیدی و جواب دادی، خودت هم رفتی سراغ آخرش. خب میخوام شما بپرس من جواب. آخرش رو من میخوام اینجوری اگه اجازه بدی شروع بکنم که یکی از جنجال برانگیزترین یا پرنظرترین قسمت های سریال شما
پایان سریال شما بود. اونطور که تو مطبوعات نوشتن، اونطور که مردم نظر دارن و این نظرها خیلی متفاوته، یعنی این دامنه گستردگی این نظرات در ارتباط با آخرین قسمت مجموعه نابرده رنج بسیار زیاده. یعنی خیلی‌ها گفتن آقا بد بود، خیلی‌ها گفتن قابل قبول بود، همونطور که مثلا کلیشه‌ای مثل بقیه سریال‌ها تموم نشد یه اتفاق خوبی بود، و خیلی اصلا هنوز گیجن. یعنی بچه‌ای که امروز پشت صحنه ما بودن مثلا گفتن آقا چی شد بالاخره عماد ازدواج کرد نکرد، چرا همه شهید شدن یهو، چرا این اتفاقات افتاد. حالا با توجه به این به قولی پیش‌فرضی که بیننده‌های ما دارن، نظر تو راجع به پایان کار چیه؟ ببینید، به نظر من پایان بندی هر داستان یا فیلمنامه‌ای قبل از اینکه تلخ یا شیرین باشه باید پایان درستی باشه. حالا پایان داستان بر اساس اتفاق قبلیشه، یعنی پایان هر داستانی بر اساس اتفاق قبلیه که اتفاق افتاده. اتفاق قبلی چی بود تو قسمت آخر؟ اینکه ما توی تنگه گیر کرده بودیم و مجبور بودیم که با یک لشکر کاماندوی بعثی با استیم جلوشون باشیم مبارزه کنیم. دو تا را داشتیم که فرار کنیم که شدنی نبود، حتی اگر شدنی هم بود این آدم ها اون آدم ها نبودن که این دومی راه انتخاب کنن. درسته. اولین راه انتخاب کردیم، جلوشون وایستادیم. از لحاظ منطق اونا خیلی زیاد بودن، حداقل 10 برابر ما بودن، و فکر میکنم که این پایان درستی بود از لحاظ اتفاقی که تو فیلمنامه افتاد. حالا اگر احیانا به مزاق بیننده خوش نیاد این پایان، این وارد یه بحث تخصصی فیلمنامه میشه که از حیطه صحبت کردن من فکر می‌کنم خارجه و خانم خسرو آبادی و آقای بزرفشان باید در موردش نظر بدم. و یه حس کوتاهی رو راجع به میلاد کیمران بگم. در میلاد کیمران بازیگر، نه خودم، وقتی پایان کار رو دیدم خیلی ناراحت شدم به خاطر جابر. من دوچار تضاد شدم با اینکه به حال از نظر تو پایان این مجموعه منطقی و درست تموم شد یا اینکه میگم قبل از اینکه قبل از اینکه باید تلخ یا شیرین باشه و درست باشه، طبق اتفاقی که قبل از این همین الان داشتم توضیح میدم، گفتم پایان هر داستان بر اساس خب اتفاق قبلش درست بودنه. خب به هر حال باید یه تأثیری داشته باشه دیگه. بعدش هم توضیح دادم بهتون دیگه، گفتم نه من متوجه نشدم. من میگم شما میگی پایان سریال از نظر میلاد کیمرام یه پایان منطقی و درست بوده. به هر حال مثلا 10-15 تا سرباز ایرانی بودن در مقابل 100 تا سرباز عراقی. خب از نظر شما منطقی نبوده، خب ما کشته میشدیم. نه نظر من مهم نیست، نظر تو مهمه. این که به هر حال تو منطق اینه که اینا به هر حال غالبا کشته میشن. خب من میخوام بگم که خب تو میگی این منطقیه، من میگم اوکی این منطقیه. اما چه تو قبول میکنی و دوست داری این پایان رو که به این سمت بره که به این شکل منطقی تموم بشه یا نه؟ اینو پاراگراف آخرم دقیقاً جواب همین سوال شما بود. خب گفتم اگه بخوایم دیگه تخصصی تر صحبت کنیم توی توی وظیفه من قربونت برم الهی، نه تخصصو نمیخوام، نظرتو میخوام. خب من نظر خودم اینه که درست تموم شد. خب بعد چرا ناراحت شدی؟ حالا میگم اگر میلاد کیمران بازیگر رو بذاری کنار، راجع به میلاد کیمران یا میلاد کیمران یا بیننده شخص میلاد خب اگه بخواد نظر بده، من ناراحت شدم بابت یه چیز. بگو. نه بابت اسد و عماد و جابری که ما ساختیم، خب بابت اسد عماد جابرهای واقعی که وسط دوتا کوه دور از خانواده‌شون و زندگیشون رفتن وایستادن به خاطر اینکه یه عملیات پیروز شه، به خاطر یه چیزایی که حالا نمیخوام راجعش صحبت کنم، فکر میکنم وارد یه سری مقوله بشیم که زیاد درست نیست. من واقعا حالا اینجوری فکر میکنی برام جالب فکر نمیکنم. من ببین اون لحظه فقط داشتم به اون آدمو فکر میکردم، ببین که چه جوریه، و احساس میکنم که علیرضا بزرفشان تونست اینو نشون بده. من نوعی، من میلاد کیمران به عنوان بیننده اون لحظه داشتم فقط به این فکر میکردم که این آدمها واقعا از همه چیشون گذشتن و وایستادن به خاطر ایران، به خاطر خیلی چیزهایی دیگه که براشون ارزش بود و عشق. و متاسفانه ما به زندگی این آدم‌ها خیلی پرداخت نمی‌کنیم، کاری که حالا شاید خیلی کم توی سری کتاب‌ها اونم تو کتابخونه‌های خاص بتونیم ریز روی زندگی این آدم‌ها بخوایم. یه جمله خب تایید کنندم رو خط آقای رضایی. آقای رضایی سلام. سلام عرض کردم خدمت شما. حال شما چطوره قربان؟ متشکرم، بزرگیت شما. قربان دست مریضات، خدا قوت، خسته نباشید، واقعا کار بسیار خوبی بود. بزرگیت شما، متشکرم. این چیزی که بذات ما بود در خدمت بینندگان و برنامه گلخانه هست. بسیار عالی بود و به شما تبریک میگیم که این تعامل بسیار مثبت و خوب بین مجموعه که شما تهیه کنندگیشو به عهده داشتید و مردم به وجود اومد. اگر امکان داره برای ما یه خورده از کار توضیح بدین آقای رضایی، از سختی های کارتون بگین، و حالا اگر مورد خاصی هست این برنامه با موضوع برنامه نابرده رنج به حال در خدمت شما هست. خواهش
عرض کنم خدمت شما. اول سلام میکنم، درود بر شما، خدمت بینندگان محترم برنامه خوب گلخانه، درود بر شما، سلام میکنم خدمت بینندگان سریال نابرده رنج، دست همشون رو میبوسم. سلام به تهیه کننده گلخانه آقای حسین خانی و سلام به دوست عزیز خوبم جناب آقای جمشیدی. قربون شما برم، متشکرم. باز سلام به بازیگر توانای خوب آقای میلاد کیایی مرام. زنده باشی. خواهش میکنم. خب آقای رضایی، هر کاری سختی خودشو داره و اینو شما میدونید که کاری که دهه 60 باشه و زمان دفاع مقدس جنگ باشد توانایی خودشو میخواد و با تمام سختی های کار ما باید مبارزه بکنیم. روز اول پذیرفتیم این کارو و خوشبختانه به این نتیجه رسید که دوستان خوششون اومده، مردم پسندیدن، این برای ما کافیه و توی چارچوب تهیه کنندگی هم هیچ زمانی برای مالی نبوده، برای توانایی و کار خوب، کیفیت خوب. بینندگان محترم پاسخ ما رو میدن. ما اگه ممنون میشیم که شما این برنامه گلخانه که هستش ضریب بالای بینندگان رو به ما بگین از نظر آمار. ما 92%، البته جامعه آماریمون رو به شما اعلام خواهیم کرد، ولی کلن 92% مردم رضایت کامل داشتن از این مجموعه، به قولی 2.5% رضایت خیلی کمی داشتن و بقیه متوسط. این تا به الان آمار ما هست از میزان رضایت مردم. تشکر، زنده باشین. به هر حال آقای رضایی خیلی از شما سپاسگزارم، امیدواریم که به هر حال باز هم از شما کارهای بسیار فاخر و دوست داشتنی رو ببینیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. از اینکه وقتتون رو برام گلخانه دادین سپاسگزارم. اگر جمله خاصی هست بفرمایید، در غیر صورت با شما خداحافظی میکنم. من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. ان شاء الله مخاطب پاسخ ما رو بده. ما زحمت کشیدیم، علاقه داشتیم و با تمام وجودمون این دو سال نیم کار کردیم. درود بر شما و افتخار من هستش. زنده باشین. خیلی متشکرم از شما. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا حافظ. متشکرم. مرسی. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خب. آیه کیمرام عزیز، چی فرمودین آیه حسین‌خانی؟ یه جمله رو داشتیم میگفتی، جمله رو داشتی تکمیل میکردی در ارتباط با و حال اون صحنه‌ای که دیدی و حالا به عنوان یک بیننده خیلی متأثر شدی از اون جابرهای واقعی، از اماتهای واقعی، از سطحهای واقعی. چقدر احساس میکنی که هنوز این آدم ها هستن و باید بهشون توجه بشه؟ خودت به عنوان شخص میلاد کیمران، من حرفمو تکمیل میکنم با آخرین کاری که کرمه، آخرین کاری که انجام دادم کار سینمایی ملکه بود. آها. کار محمد علی باشا انگل. من نقش یک دیدبانی رو بازی میکنم، اسم میارم، یک شهید زنده است الان این آدم. این ایشون، این بزرگوار آقای غلام زرقانی هستن و واقعا الان یه راننده تاکسیه. خیلی بده، منو ببخشید که این اسم این الان واقعا گفتم، ولی واقعا تاثیر، خیلی تاثیر بدی رو من گذاشته بود این قضیه. به خاطر همین میگم من دقیقا یاد این آدم ها افتادم. من 3 ماه کار میکردم تو آبادان فیلم محمد علی باشا انگل رو و واقعا این آدم من تاثیر گذاشت. اصلا دیدم و نسبت به رفاع مقدس و جنگ عوض کرد. درسته. واقعا من فکر میکنم هنوز هم وظیفه ما هست که در ارتباط با این آدم ها فیلم بسازیم، گزارش بگیریم، سراغشون بریم، هر چقدر هم بریم بازم کنم. واقعا من که بایدتنی آرزوام اینه که سر به این آسایشگاه بزنم، یه برنامه خیلی کوتاه ازشون تهیه بکنم، کسانی که موجی شدن. یه دنیایی هم واسه خودشون ها، یه دنیایی مجموعه روزی روزگاری. نمیدونم یادت میاد آی که برای روزی روزگاری مراد بیک گوشت ببرم خیم بیاد ساخته سالهای قبل احمد یوس که داستان زندگی مراد بیک را روایت میکند. مثلا حرفتون نمیدونم چون اینو گفتین، حتما از اون دوست عزیزمون که سالگردشون هم نزدیک هست یه یادی بکنید، خسرو شکیبایی هست. بله، خسرو شکیبایی که واقعا همیشه تو یاد همه ما هست، واقعا همینطوره، یاد خاطرش رو گرامی میده. میلاد کیمرام عزیز خیلی متشکرم از اینکه برای ما اومدی. میلاد کیمرام یک بازیگر احساساتی، یک آدم دوست داشتنیه که واقعا باعث افتخار بود که تو برنامه داشتیمش. برات آرزو موفقیت میکنم و بهت خداحافظی میکنم. منم خداحافظی میکنم ازتون. ممنونم بابت این باکسی که کلا برای سریال نابرده رنج گذاشتید و لطف کردید. زنده باشی.